من فکر میکنم که یا حتی مثلا مبارزه با بدحجابی رو مثلا خیلی نباید جدی گرفت و فلان، خود اینها رو اگر دقت بکنه، یا میگن مثلا همین مشائی رو که نمیدونم رفته در کجا، نمیدونم زن با یکی از زنها که اومده نمیدونم چیز دستگل دادم بهش بیچاره تحویل گرفته فلان، حالا چیز عجیب و غریبی هم نکرده، ولی اصلا در تفکر اونها یه چیز وحشتناکه، یه بدعتهایه. خود این که مثلا چنین چیزهایی رو میگن، یه چیزی رو خیلی قطعی میشه گفت، اون اینه که ایدئولوژی رسمی جواب نمیده، خود هیئت حاکمه متوجه ایده دارم اسب عوض میکنن. تا اونجا که من میدونم معنای سکتاریسم نیست، ولی مهم نیست در سر معنا در وزنات دعوا نکنیم. مسلمه که کسانی که این هستن که شکاف طبقاتی به وجود نیارید، نمیدونم مردم رو به جان هم نندازید، خب معلومه که از ما خوشتون نیاد، بازی اشکمک داره، سرشکست طرف داره، در جای شکایتی نیست. و معلومه که اونهایی که معتقدن همه مردم ایران با هم یکی باید بشن و نمیدونم این رو بندازن، خب بکنم، ما مخالف هستیم. اما وحدت کلمه آقای خمینی میشه در سال 50 و میدونیم از توش چه در میاد. نمیشود برای، حالا دموکراسی رو ول کنید، یه عده میگن ما پلورالیسم میخوایم، یعنی چند صدایی چند گانه، مگه میشه برای چندگانگی مبارزه کرد ولی بی آنکه چندگانه باشیم از اول؟ نه. اونهایی که میخوان که کارگران ایران، چپهای ایران، پایینی های ایران به اصطلاح با همه متحد بشن، حرف خیلی ساده میگم، میگم فعلا این مسائل رو مطرح نکنید، همون وحدت کرد، بعدن چینا رو انداختیم بعدن با هم صحبت خواهیم کرد، یعنی که فعلا حرفهای منو بزن، بعدم که رسیدیم فرام، من هم میگم از همگران باید بندازیم، منطقه من با زبان خودم میگم مسلمه که ما همسویی داریم، حتی با سلطنت طلبها همسویی داریم، چون دشمن مشترکی داریم و این دشمن هست که مفهوم منفیه که ما رو در واقع به یه سمت خاصی میرونه، باید بهش آگاهی داشته باشیم و حساس باشیم به مسئله، ولی معناش نیست که با هم متحد بشیم، یعنی متحد شدن میگه من شعارهای خودم رو با شعارهای رو تنظیم میکنم، نه اینطوری نیست، من شعارهای خودم رو میگم، سازماندهی خاص خودم رو دارم، در جاهایی که میتونم خودم رو قوی تر میکنم، اون هم طبیعیه که خودش رو قوی تر میکنه، اینطوری جلو میریم و مسلمه. ولی ما به عنوان چپ اعتقاد داریم که جریانهای مختلف بایستی بتونن آزادی های تبلیغات و تشکیلاتشون رو داشته باشن، حق دارن که در جامعه دموکراتیک همه حق دارن که چیزهای خودشون رو داشته باشن، ما نمیگیم اونا رو باید سرشون رو ببریم، ولی هر کس باید زیر خودش باشه، جامعه دموکراتیک بدون چند تعدد صفوف، تعدد صداها، تعدد آرایش های امکان ناپذیر هستش. اگر سکتاریزم است، خب من از این رو میپذیرم که ما این رو هستیم، اما این رو چه میگید که قضیه خرابتر از این حرف هاست و حتی در داخل خود شما هم انشعاب شده، پراکنده میشید، اصلا کسی به حرف های شما گوش نمیده، ممکنه هم اینطوری باشه، مدت ها هم اینطوری باشه. من فکر میکنم که اون در بدترین حالت من توصیه اون موچه تیمورلنگ رو پیش خودم خواهم کرد که شهنده چه شکست خورده بود، رفته بود در خرابه بیتوته میکرد، دید که یک مورچه یک دانه ای رو بلند میبره، از دیوار بلند میکنه میبره، شما که 70 بار اون برد افتاد، برد افتاد، ولی آخرش برد. این حرفیه که تقریبا مارکس میگه، یه پرولتاریا هر وقت که میخواد خودش رو آزاد بکنه میاد یه چیزهایی رو میپردازه، بعد میبینه که نشد، بعد یه بار دیگه درست میکنه، میره که نشد، تا آخرش به اونجا میرسه که میگن چه دیگه همه شرایط میگه که باید اینجا برقصی، یه نمیشه. خب ما به نظرم گرسنگی، انسان محکوم نیست که گرسنگی بچشه، انسان محکوم نیست که لگدمال بشه، این پرچم ماست، اینو دنبال خواهم کرد، دیگران خوششون نمیاد، خب بشه در تشکیلات های ما انشعاب میشه، خب بشه، نمیگم اونهایی که با هم جدا شدیم اونها سوسیالیست نیستن، ما دقت کنیم اونا هم مارکسیست هستن و رفقای من هستن، ولی اختلافاتی داشتیم جدا شدیم، این معنی که یا بایستی در یه زیر یه سقف باشیم یا دشمن هم باشیم، این اصلا معنیش نیست. ولی چپ آیا میتونه با هم گرد بیاد یا نه؟ به نظر من حتما میتونه گرد بیاد، روی اختلافاتمون واقعا بایستیم، این خودش یک صحبتی میخواد که باید فکر کنم وقتمون
نشه، اگه وقت بشه باز میگم اونو جداگانه، بایستی حتما روی اشتراکاتمون همکاری کنیم و اختلافاتمون رو به رسمیت بشناسیم. بایستی سعی کنیم که زمان تنگ است، طوفان نزدیک داره میشه، بایستی چپ بتونه در جامعه ایرانی به اصطلاح نقش خودش رو بازی بکنه. اگر چپ، بعضی ها شرط میبندن که چپ کاری نخواهد بود، من فکر میکنم که امیدوارم اینطوری نشه، ولی اگه اینطوری بشه اونها هم خواهند باخت، اگه واقعا طرفدار دموکراسی باشن. راه حل جامعه ایران خواه ناخواه به یک، اگر نگید به دولت کارگری، به یک دولت سوسیالیستی، لااقل به یک چپ نیرومند در مقیاس توده احتیاج دارد. حتی هر کسی میخواد بیاد در سنگربندی توده‌ای در زحمت کشان ایران نباشن، دموکراسی نمیتونه پا بگیره. در ایران دموکراسی ایران فضای مساعدی برای دموکراسی نیست، مگر اینکه سنگربندی طبقاتی صورت بگیره، چپ نیرومندی وجود داشته باشه، وگرنه یعنی امکان نداره. حتی به نظر من مخالفان چپ اگر دموکرات هستند بایستی پیروزی ما را بخوام، اگر دوراندیش هستن، از این دوراندیش ها هستن. مثلا یه نفری بوده به نام یوزف شومپتر، حتما شهیدید اسمش، اقتصاددان خیلی بزرگی بوده، مخالف چیز بوده، منتها میگفت که آینده دموکراسی به چپ بستگی داره، اگر چپ شکست بخوره دموکراسی در هم میشکنه. من میخوام بگم که لااقل این دوراندیشی رو بایستی اونها که طرفدار دموکراسی هستن باید داشته باشن. چپ اگر شکست بخوره در ایران دموکراسی شانس پیروزی نداره. یه نفر دیگه من گرفتم جواب سوال. خب یه نفر وقتی میده شما بعد کابه دیگه لیست بسته شده، شما صحبت میکنید کابه؟ نه. خب شما بفرمایید بعد میتونید بگید که ایشون جواب بدید. ببخشید آقای شالگوی، شما رو کم لطفی کردید، چون اول میلیتاریسم که سکتاریسم عرض کردم عملا تو موزیگیری، من منظورم اون که چیز چیز هست، ولی شما بودوان یه فرد مسئول، یعنی باید مسئولانه برخورد کنید، چون این یه واقعیتیه. وقتی که شما داریم جدی این بحث مطرح میکنیم، مثال وقتی صحبت میکنیم از همسویی، شما بحث همسویی رو میکشید، شما عملا تو توضیحات تو در واقعی نمیخواییم بگیم که شما نیستین اصلا، یعنی حتی بعد در میگردین، البته این ریز میکنین میریم تو قسمت چپ، میگین که چپ در آینده اتحاد میتونه مثلا دور هم جمع بشن یا اتحاد عمل داشته باشن، ولی من صحبت هم اینه که آیا در به صورت عام شما میتونین حول یک سری حد اقل هایی میتونین مثلا آزادی های سیاسی، فرض کن آزادی جدای دین از حکومت و یا آزادی پوشش یا حقوق اقلیت و اینا، اساسا اگر در واقع عملی بشه ما میتونیم بگذریم از وضعیتی که داریم از تاریخی، اون موقع است ضمن حفظ موازه و سازمان خودتون، یعنی شما میتونید همین بحثا رو در واقع تو بخش‌های اجتماعی انجام بدین، ولی این وحدت باید بریم دنبال این وحدت. بس من اینه که آیا شما اصلا رفتین این بحث پشتش هستین جدی که مثلا با سلطنت طلبا، با مجاهدین، با نیروهای مشروطه، با ملیگرها، با تمام طیفا، این به اصطلاح این بحث آیا یه بحث جدی هست برای شما یا نه؟ ولی متاسفانه من احساس کردم که این یک جواب در واقع مسئولانه من نگرفتم. بس خیلی ممنون. 10 دقیقه وقت داریم. دوست عزیز، دوست عزیز، مسلمه که جواب من مطلوب شما نیست. خب هر دارید غیر مسئولانه بگید، من با سلطنت طلبان مذاکره می کنم، نگه نمیشینیم با هم صحبت بکنیم، بحث بکنیم، منطقه هیچ وقت در هیچ تحت هیچ شرایطی چپی که با سلطنت وارد مذاکره شده باید چال بشه. کسی که چپی که بخواد از پرچم طبقاتیش، همه اینها رو آزادی ها رو میگیم، برابری، جدای دین از دولت، اینا همه درست، قبل از هر چیز مسئله طبقات هستش، باید اون باشه، اونو وردارید، چپی وجود نداره که مثلا چپ بایستی به طبقه خودش بچسبه. تا زمانی که یه نفر میلیاردره، یه نفر گرسنه شب به بالی میذاره، چپ اصلا وجود خارجی نداره، خاک به سر چنین چپی اگه وجود داره. بنابراین که هویت اخص چپ هویت طبقاتیه،
قبل از هر چیز ما هویت کار، چپی که چپ کارگری نباشه، چپ دهقانی نباشه، چپ گشنه گداها نباشه، اصلا چپ نیست. بنابراین که من نمیدونم با مجاهدین معلومه که صحبت نمی کنم، ولی خب آیا من با اونها همسو هستم یا نه؟ معلومه که در مقابل جمهوری اسلامی همسو هستم، امکان نمی کنم که من نمیگم که برای این که به اصطلاح با جمهوری اسلامی مبارزه کنه اول باید با مجاهدین مرز بندی. من حتی با آمریکا هم حاضر نیستم اول مرز بندی بکنم. میدونم اختلاف داریم، ناگزیر همسو میشیم با آمریکا، چرا که آمریکا دیدید یه رژیم هی میگه که هر کسی که فلان میکنه پس با آمریکا به اصطلاح هم آواز شده. یه بار در بلیرین اعتراض میکردن که در اون جریان جنگ جهانی اول بود که شما با آلمان ها همسو هستید، چون معتقد که جنگ رو باید پایان بدید و بنابر اینه که آنتانت به اصطلاح ضرر میکنه، فرانسه و به اصطلاح انگلیس و اینا ضرر. و خب آره، ما فرض کنید که ما با این معنایی که شما میگید ما با آلمان ائتلاف داریم، به این معنا شما با آنتانت ائتلاف دارید، بنابراین که از همسویی گریزی نیست، ولی همسویی به معنای ائتلاف نیست. اما چه مثلا خمینی دقیقاً یه تجربه مشخصی داریم عزیزه، رفیق عزیزم، دوست عزیزم، در مورد چپ، در مورد این ماجرا که آیا باید همسو شد، ما تجربه داریم. خمینی اومد همه رو یاد تو ماجه در نفر شد و حتی گفت که بسنی ما بهایی ها نیست، تمام بهایی ها رو کشتم، صرفاً که مذهب غیر حق هستم. مگه مذهب حق هم وجود داره؟ همه مذاهب از نظر من، البته میگم از طرف معتقد، از نظر من همه مذاهب غیر حق است، ولی حق حیات دارن همه مؤمنان، معلومه که حق حیات دارن. چرا مثلا تصادفا در خاک پاک ایران بهایی های امتیاز ویژه هم باید داشته باشه؟ چون اولا اقلیت انسانی هستن، مذهبشون از ایران بلند شده، یه امتیاز ویژه هم باید بهشون داد. چرا اصلا باید اونا رو کشت؟ ولی کشتی که اول میگفته اصلا مسئله ما اینا نیستن، چرا میکشید؟ خب معلومه، ولی منظورم اینه که ما همسویی ها داریم، ولی وحدت کلمه خطرناکه. معلومه که من با مجاهدین، مجاهدین یکی از مشکلات ما هستن، سلطنت طلب ها یکی از مشکلات ما هستن، لیبرال ها، من لیبرال های سیاسی رو نمیگم، من معلومه که لیبرال های سیاسی اختلاف داریم، ما اونا رقیب ما هستن و حالا اونا دست بالا رو دارن، ما دست پایین رو داریم متاسفانه، ولی بایستی ما دست بالا رو پیدا بکنیم، تلاش باید بکنیم ما دست بالا رو پیدا کنیم، ولی لیبرال های اقتصادی اصلا سر ما رو میخوان داشت بسیار ببردن. اصلا چپ بایستی اصلا چیزه، اونا همه جا چو صدا انداختن که کمونیست مرده میخرن، ولی ممکنه که با اونا بشینید شما، مثل میشه که گردنتون رو به دست سرد جلاد بسپارید و امیدوار باشید که با شما با اون توفت برخورد کنه، چه چیزی اتفاق نخواهد افتاد. یعنی چپی که اعتقاد داشته به هویت خودش نمیتونه این کار رو بکنه. به نظر من چپ قبل از هر چیز هویت طبقاتی خودش رو باید داشته باشه.